بله، موضوع بسیار جذاب آسمان که همه فکر میکنن خدایی توشه و خب به سه قسمت تقسیم میشه که علی زمیپر هم یه قسمتش رو یعنی جبر رو گفت، یعنی که بعضی آسمان رو همین جو دور کره زمین میدونن که چون قدیما بارون وقتی میومد یا هر اتفاقی میافتاد واسه کره زمین اتفاق میافتاد، به همین خاطر حالا الحمدلله که اون موقع که عرفای بزرگ مثل گالیله هر چی خواستن بفهمونن خداشو کسی نفهمید و فکر میکنن که جهان دور کره زمین میچرخه. علتش هم باورهایی است که در ادیان وجود داره. این که آسمان هفت تاست و زمین یه دونه است، این اصلا ربطی به اسلام نداره. یعنی بیشتر ادیان اعلام کردن که آسمان هفت تاست و عدد هفت رو مقدس میدونن و کره زمین یه دونه است. آسمان مکانی است که خیلی ها فکر میکنن که با بلند کردن سر به آن خدا رو میتوانن ببینن، یا اگر میخواهن با خدا ارتباطی برقرار کنن فکر میکنن که خدا وسط آسمونه. این آسمان با آسمان جو باز متفاوته، یعنی این آسمانی است که در اصل پیدا نشدنیه، یعنی چون خیلی گنده است از نظر نگاه ها و همین خاطر این نگاه رو دارن. به عبارتی اگه بخوایم درست حرف بزنیم میتونیم تو یه جمله بگیم که ادیان زمین را پایتخت خدا میدونن. تو یه کلمه، یعنی تو یه جمله، یعنی پایتخت الهی رو به دو قسمت ادیان تقسیم میکنن. عرش الهی که پشت عرش چیه یک موضوع دیگه است، و عرضم حضور شما که کره زمین که جانشین خدا اون توه و اسم اون هست پایتخت الهی. یعنی این پایتخت مکانیست که انگاری خدا مرکز اصلی فرماندهیش رو بعد از عرش در کره زمین قرار داره. چرا؟ چون اینجوری که ادیان میگن انقدر مهم نیست که آسمان چیه، چون همین که ما تو کره زمینیم اینافه، همین که ما در کره زمین هستیم اینافه، و انقدر مهم نیست که حالا تو آسمون چیه، چی باشه، چی نباشه، مهم اینه که ما اینجاییم. اما عرفا اصلا این نگاه ها ندارن. عرفا این آسمانی که نگاه میکنن به احمق بودن انسان ها بیشتر پی میبرن، زیرا که سوالی که عرفا میپرسن اینی که 100,000 ساله که انسان بر کره زمین اومده و قبل از این 100,000 سال این آسمان بوده، این کره زمین بوده و این موجوداتی که هست بوده، و اگر خدایی هست که اینا بوده، این دقیقا نشانگر اینه که تو برای چی به دنیا اومدی. مثل داستان قرآن مجید مسلمان است که مولوی به شوخی بهش میپردازه، یعنی میگن که موره که داشته میرفته سلیمان به مور میگه که چی میگی تو، یا حتی اینو به موسی هم میچسبونن که میگن مثلا موسی یه روزی به خدا گفت آقا این مورچه رو برای چی آفریدی، و خدا بهش گفتش که دقیقاً پریشب ساعت 2 شب که با مورچه بودم همین سوال راجع به تو کرد، گفت خدایا ما که هستیم موسی رو برای چی آفریدی، چه سودی داره. مولوی اینا رو قشنگ به شوخی بیان میکنه و اشاره به این نکته داره که خدایی ما رو برای چی آفریدی، همه چیز خدایی درسته دیگه، یعنی تروپ همه جای جهان هستی تروپه الا کره زمین که آن تروپه، حد اکثر بی‌نظمی در کره زمینه، همه جاهای جهان نگاه کنی کاملا مشخصه چه چیزایی به هم تبدیل میشه، گازها، هلیوم، نئون، کریپتون، گزنو، همه ساختارها، عناصر جهان و حتی با حضور مندلیف حتی عناصر موجود در جهان هستی، حالا یکی دو تا مدل هنوز کشف نشده بعضیاش که تو اون جدول گذاشته بشه، به عبارتی همه چیزش تروپه، همه چی منظمه، تنها عامل فساد کثافتکاری در هفت آسمان همین کره زمینه، و تنها عامل این آن تروپ و حد اکثر بی‌نظمی اگر بخوام دروغ نگم بشره، و تنها عامل این بشر که بی‌نظمیه همین رادیو پستو، من رادیو بی‌نظمم دیگه، بیام کوچولو تر کنیم همین رادیو پستی و ما حالا اینقدر دیگه اعتراف حالا نگاه میکنم، ولی در کل واقعا به فکر آدم وامی داره. چند میلیارد سال آسمان هست،
بشر 100 هزار سال اومده یه جوری حرف میزنه که انگار همه اینها رو برای اون آفریده شده. اگر برای بشر آفریده شده چرا زودتر آفریده نشده؟ چرا گشادتر آفریده نشده که سر مثلا یه خورده کالیفرنیا اینقدر ما بعد 2000 دلار مثلا متر زمین بدیم بخریم، برای چی باید بخریم؟ چرا جاهای دیگه آفریده نشده؟ اگر برای بشر آفریده نشده برای چی آفریده شده؟ اگر آفریده شده که بعدن بشر آفریده بشه، این چه خدایی مشکل داشته که گذشته مثلا چند میلیارد سال بگذره که این ویروس یا باکتری یا این تفکر داروینی بعدن بیاد و بشر تولید کنه؟ اصلا بشر برای آسمان آفریده شده یا نشده سوالهای بسیار عمیقی است که کمکان هیچ کس، نه اینکه یه نفر، هیچ کس نمیداند. ویلکام تو آسمان الهی شما و ویلکام تو آسمان علمی ما.